در رابطه با سخنرانی پرزیدنت اوباما. همراه من موری هارف هستش که مشاور ارشد آقای کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در ارتباطات استراتژیک هست که به ما اینجا ملحق شده با ایشون یک صحبتی کوتاه در مورد موضوع‌های مختلف خواهیم کرد. مری، خیلی ممنون از اینکه اینجا به ما ملحق شدی. اینکه اول میتونی برای ما بگی که پیام اصلی پرزیدنت اوباما در این سخنرانی چی بود؟ من فکر میکنم که شما دیدید که رئیس جمهوری صحبت کرد که راجع به اینکه ما در یک دنیای بسیار بغرنج زندگی میکنیم، چالش های امنیتی، چالش های انسان دوستانه، چالش های انسانی، ولی کاری که باید روبرو بشیم با این چالش ها اینه که با هم همکاری کنیم از طریق دیپلماسی، حتی وقتی بسیار مشکله. اشاره کرد به توافق هسته‌ای با ایران به عنوان یک نمونه اصلی که چگونه جهان تونست یکسان بشه برای حل مسائل از طریق دیپلماتیک، و همینطور از کشورهای دیگر خواست که همکاری بیشتری بکنن، اقدامات بیشتری بکنن و متحد باقی بمونیم به آرمانهای این نهاد که 70 سال پیش شال و دروزی شد، و همینطور این کار رو برای تمام مللمون بکنیم. توافق هسته‌ای که پرزیدنت اوباما به اون اشاره کردن در واقع یکی از دستاوردهایی بوده که در این یک سال گذشته از مجمع عمومی سال پیش تا کنون حاصل شده و این میتونه الگویی باشه برای حل مسائل دیگه. امروز آیا این میتونه اون وقت در این حال زمینه ساز این بشه که با خود ایران همکاری‌های بیشتری در زمینه‌های دیگه داشت؟ شما دیدید که رئیس جمهوری پرزیدنت اوباما صحبت کرد راجع به مثلا مسئله هست سوریه، گفتش که ما حاضریم با هر کشوری کار کنیم از جمله با روسیه و ایران تا چاره‌اندیشی بکنیم بحران رو در سوریه، و باید همه با هم همکاری کنیم برای حل این مسئله. ما مسئله زیادی داریم با حکومت ایران و با سوء رفتار حکومت ایران و این اشکالات رو خواهیم داشت، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رو، ولی مشخص کرده در رابطه با شهروندان ایران در تمام طول دوره زمامداریش که ایران میتونه یک مسیر متفاوتی رو به پیش انتخاب کنه، و اگه این کارو بکنه اون وقت ایران و آمریکا میتونن صحبت کنن راجع به ماهیت رابطه‌ای که در آینده خواهند داشت. دیروز آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران گفتن که فعلا همکاری با آمریکا نخواهد بود در رابطه با سوریه، و این ملاقات هایی که اینجا در نیویورک صورت خواهد گرفت در زمینه توافق هسته‌ای هست. آیا دولت آمریکا هم فکر میکنه که هنوز زوده در زمینه های دیگه با ایران شروع به همکاری بشه؟ من فکر کنم یه تفاوتی وجود داره بین حرف زدن و همکاری. ما گفتیم که همیشه حاضریم مورد بحث قرار بدیم چالش های امنیتی منطقه‌ای رو با هر کشوری که نقشی ایفا بکنه برای شاندشون. برابر این پرزیدنت اوباما مشخص کرد که حاضر با ایران و روسیه صحبت بکنه، مثلا در مورد سوریه، چاره‌اندیشی مسائل سوریه، ولی خیلی فرق داره با همکاری، و ما خیلی مشخص کردیم منافعمون در چیه، ثبات در سوریه و اینکه اسد در قدرت باقی نمونه، و همچنین غلبه بر داعش. برابر این جایی که منافع ما هست، برابر این ما آماده هستیم که به مذاکره بپردازیم. البته هنوز به اون مرحله نرسیدیم در رابطه با اختلافاتمون، ولی همین الان یک باب گفتگویی داریم با ایران که دو سال پیش نداشتیم. صحبت هایی که با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شده و مقامات دیگر ایران، برابر این ما میتونیم که در واقع این راه های تعامل رو باز بکنیم، و در این مورد هم بسیار ما حاضر و آماده هستیم. امروز صبح آقای کری یک جلسه در رابطه با سوریه داشتند. بعد از اون با همتای روس خود سرگئی لاوروف ملاقات کردند. چه دستاوردهای این ملاقات ها داشتش؟ وقتی آقای کری صحبت میکنه با لاوروف، بیشتر راجع به اوکراین صحبت میکنه و اختلافات شدید ما در رابطه با اقدامات روسیه در اوکراین همیشه در اون بالای دستور کاره، ولی همینطور مذاکرات بسیار
حجیمی دارن در رابطه با سوریه، به خاطر اینکه روسیه یه بازیگری در سوریه رابطه داره با رژیم بشار اسد و این قابلیت رو دارن که بتونن کمک کنن به دستیابی به پیامدهای بهتری در سوریه. برابر این هدف عمده در رابطه با این صحبت‌ها این بوده که بتونیم آیا یه مسیر دیپلماتیک به پیش در سوریه پیدا بکنیم، به خصوصی که الان وضع بسیار اونجا وخیمه، مردم همچنان دارن کشته میشن، این بحران پناهجویان هست. برابر این پرزیدنت پوتین و پرزیدنت اوباما هم صحبت خواهند کرد و بسیاری مسائل رو مورد بحث قرار خواهند داد، از جمله مسائل سوریه و اوکراین. اشاره به ملاقات بعد از ظهر پرزیدنت اوباما و ولادیمیر پوتین کردین که بعد از 2 سال در واقع صورت خواهد گرفت. 2 سال بود این دو رئیس جمهور اصلا هیچ رو در رو نشده بودند و الان دو موضوع سوریه و اوکراین همطور که اشاره کرده این دو رو به هم دیگه در واقع نزدیکتر کرده. و آیا فکر میکنیم میشه دولت آمریکا الان به گفته های رئیس جمهوری روسیه اعتماد بکنه با توجه به فعالیت های اخیرش چه در اوکراین و چه در سوریه؟ دلیلی که پرزیدنت اوباما داره ملاقات میکنه با پرزیدنت پوتین امروز برای که ما معتقدیم که وقتی رویارو هستیم با چنین بحرانهایی باید حرف بزنید، حتی با اونهایی که با شما موافق نیستیم. و برابر این اعتقادی که همیشه پرزیدنت اوباما داشته و با توجه به اونچه که در اوکراین و سوریه میگذره مفهوم داره، با معناست که پرزیدنت اوباما با رئیس جمهوری روسیه صحبت کنه. این مذاکرات دشواری خود بود، مسائل مختلف زیادی است که مخالفش نیست، اختلاف است، ولی مسائل مورد توافق هم مثل توافق هسته‌ای هم در مورد ایران مثلا داریم. ولی به هر حال باید دو سوی میز بنشینیم و ببینیم آیا با وجود اینکه مسائل رو به گونه های متفاوت میبینیم بتونیم به در واقع یک نکته مورد تفاهم برسیم. و با جان کری هم همینجور چند وقت پیش، چند دقیقه پیش با اون بودیم، برابر این مسائل رو از اون طریق حل میکنیم. اشاره کردی که تماس‌های زیادی بوده، خصوصا اخیراً که خود شما هم با آقای کری در مسافرت بودین به روسیه. تو این صحبت آیا هیچ کوچکترین آثار و علائمی از این هست که ممکنه روسیه موضع آمریکا رو هم درک بکنه حداقل و فقط یک طرف نبینه؟ امیدواریم وقتی که مسئله سوریه مطرح میشه ما میتونیم که همکاری بکنیم با روسیه که در واقع به مسیر دیپلماتیک برگردیم، مثلا اون مسئله مربوط به تسلیحات شیمیایی رو در سازمان ملل متحد کردیم. بنابراین باید پیدا بکنیم یک راه دیپلماسی به جلو رو، برای اینکه سوریه ها دارن میمیرن، دارن از کشورشون فرار میکنن و در واقع این یک بحران انسانی در سراسر اروپا و خاورمیانه داره ایجاد میشه. بنابراین امیدواریم که روس ها کمک کنن به ما و به دیگران که سوریه به اون مسیر دیپلماتیکش برگرده. مسئله اوکراینی مقدار بغرنجه، دیدی راجع به تلاش هایی که شده، اقتصاد اوکراین در واقع داره از هم میپاشه و اوکراینی ها حتی دارن با اشتیاق به سوی غرب برای کمک نگاه میکنن، نه به روسیه. بنابراین در مورد هم صحبت خواهیم کرد و در واقع سعی خواهیم کرد که فشار بیاریم رو روس ها در مورد هر دو مسئله، اوکراین و سوریه. در رابطه با اوکراین هنوز توافق منسک به طور کامل اجرا نشده. به زودی در ماه اکتبر هم قرار هست که انتخابات در اوکراین برگزار بشه. اگر باز روسیه از جدای طلبان مورد حمایت خودش باز هم حمایتش رو ادامه بده و دخالت بکنه، آیا آمریکا فکر میکنه باز کماکان دیپلماسی با روسیه امکان پذیره یا اینکه کار ممکنه که حاضر بشه با اون به نوع دیگری با روسیه مقابله بکنه؟ اگه چیزی یاد گرفته باشم در مورد این رئیس جمهوری، فکر میکنم که بسیار معتقده به دیپلماسی، حتی وقتی مشکل، به خصوص موقعی که مشکله. خیلی وقتا باید نشست، باید صحبت کرد. دیپلماسی که البته تحریم هم پشتش باشه، مثلا در مورد اقدامات روسیه در اوکراین، ولی در جهان امروز، در جهانی که امروز درش زندگی میکنیم، باید بشه با کشوری که باش اختلاف داریم در این مورد روسیه بشینیم صحبت کنیم و سعی کنیم اونها رو در موقعیت بهتری قرار بدیم از نظر توافق ما. بنابراین ما قبلا گفتیم که البته مخارج بیشتری خواهد بود برای روسیه اگر ادامه بده به تهاجمش در شرق اوکراین، و طی 1 ماه اخیر هم دیدیم و اگر
روسیه عقب نشینی نکنه مخارج دیگری خواهد بود. برابر این رئیس جمهور اوباما در صحبتش با پوتین نشون خواهد داد که راه بهتری وجود داره و امیدواریم که راه رو روسیه قبول بکنه و قوی تر خواهد بود اگه بتونه این کار رو بکنه و این کاری است که رئیس جمهور اوباما امروز خواهد کرد. پرزیدنت اوباما خیلی در رابطه با دموکراسی صحبت کردن و یک جملهشون خیلی جالب بود برای من، اون اینکه کشورهایی که دولتهایی که سرکوب میکنن این از نقطه قوت نیست بلکه از نقطه ضعف اونهاست. این خودش باید یک هشدار و پیامی برای چنین کشورها دولتهایی باشه. I think it should be a clear message to all governments. یک پیام روشنی باشه برای تمام دولت‌ها در اون نهاد، در تالار سازمان ملل. حتی گفتش که بعد از اینکه یک نظام دموکراسی کشورها دارن، تازه باید کار بیشتری انجام بدن. هیچ کدوم از ما کامل و تمام نیستیم. ولی کشورهایی که اجازه نمیدن آزادی بیان، روزنامه‌نگارا رو در واقع زندانی میکنن، اون کشور در دراز مدت ضعیف‌تر میشه و در دورانی که ما داریم سعی میکنیم که کشورمون رو پررونق‌تر بکنیم، امن‌تر بکنیم، بایستی نگاه بکنید به این حقوق جهانی، حق اجتماع، حق آزادی بیان، حق گردهمایی. این چیزهایی است که کشورهای ما رو قوی‌تر میکنه. گرداگرد جهان کشورهایی رو دیدیم که در واقع ما دنبال احیای حقوق بشر هستیم و باید این کار رو ادامه بدیم و ما همیشه صادقانه میگوییم موقعی که کارها داره به خوبی انجام میشه، از جمله در رابطمون با کوبا. ما همچنان داریم این کار رو میکنیم و تشویق میکنیم کشورهای دیگر رو که همین کار رو ادامه بدن.